بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه و جلسه بعد موضوع بحث ما در مورد یعنی مقدمه خواهد بود بر تحلیل و طراحی شیگرا. تحلیل و طراحی شیگرا موضوع اصلی این درس نیست، ولی من برای اینکه یه خورده کلیات رو بهتون بگم و آماده باشید برای اینکه بعداً اگر رشتتون کامپیوتری که احتمالاً دارین توی درساتون، اگر هم نیست ممکن علاقمند باشید روی این زمینه کار بکنید، یه ذره اطلاعات داشته باشید در موردش. واقعیتی که هست این است که در بحث شیگرایی ما اول کار در بررسی تاریخی که داشته باشیم برنامه نویسی شیگرا رو داشتیم، یعنی از دهه 1960 اولین زبانهای برنامه نویسی شیگرا که یکیش زبانی بود به اسم سیمولا 67 سیمولا 67 یا 68 نمیدونم، حالا میسم 67، حالا یه سال جلو عقبش خیلی فرقی نمیکنه تو اون زمان، که این همونطور که از اسمش معلومه زبانی بود که بیشتر برای شبیه سازی چیز شده بود، طراحی شده بود و شاید به اندازه زبانهای شیگرایی که الان هست کامل نبود، ولی بعدی که یه زبانی بود به اسم اسمالتاک چسبیده به همانی فاصله اتفاقی بود، زبانی بود به اسم اسمالتاک که همونطور که قبلن هم یه بار عرض کردم خدمتون، یه زبان خیلی کاملی بود که اصلا از زمان خودش که اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 بود خیلی جلوتر بود. اون که اگه خاطرتون باشه گفتیم الینکی که واضعش بود این زیست شناس بود و مسیج پسینگ رو گفت سلول ها به هم دیگه پروتئین ارسال میکنن و بحث های اینجوری داشتش. این زبان خیلی کاملی بود و خب از اون موقع بحث برنامه نویسی شیگرا مطرح شد، هیچ وقت خیلی نگرفت تا موقعی که کم کم توی دهه مثلا 80 و اینها خیلی رشد کرد و زبان سی پلاس پلاس یکی از اولین زبان‌های شیگرایی خیلی پر استفاده شد، به خاطر اینکه بر مبنای سی هم بود و تونست برنامه نویس‌های سی رو هم جذب بکنه. یه خورده که گذشت ایده های شیگرایی اومدن و فراتر از برنامه نویسی مطرح شدن، به این تعبیر که گفتن اگر ما میخواییم یک سیستمی رو بشناسیم و تحلیلش بکنیم، که اساسا من باید بهتون بگم تحلیل سیستم یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که با یک سیستمی مواجه هستید که اجزای مختلفی توش هستن، این رو میخواید بشناسید و بعد یک مدلی ازش توی کامپیوترتون توی مثلا برنامهاتون طراحی بکنید. این سیستم شامل یه سری آدم، یه سری اطلاعات، یه سری اشیایی است که هست، یا اگر مثلا یه سیستم امبدد میتونه شامل اجزای مکانیکی، اجزای الکتریکی و غیره باشه. خلاصه این که ما وقتی میخوایم مدلی از سیستم بسازیم، به جای اینکه بیایم مثلا قبل ترش یه مدلایی می ساختن به اسم دیتا فلو دایگرام DFD که مثلا یه سری پروسس میذاشتن و این پروسس ها دیتا هایی رو با هم رد و بدل میکردن. اون دید قدیمی بود که تفکیک میکرد عناصر رو به موجوداتی که پروسس میکنن و دیتا، یعنی این تفکیکی که مثل متغیر و فانکشن شما وجود داشت قبلا هم توی مدل سازی سیستم ها. مثلا میگفتن فرض کنید پروسس ثبت نام در دانشگاه ما داریم، بعد خروجیش مثلا میشه اطلاعات دانشجو، بعد یه سری دیتا استور تعریف میکردن میگفتن این خروجیش ریخته میشه اون تو، بعد مثلا پروسس انتخاب واحد داریم که از این مثلا و یه دیتا استور دیگه میگیره انتخاب واحد انجام میده، مثلا لیست چیزا رو ثبت نامیا رو میریزه تو یه دیتا استور دیگه. کاملا به این دید که پروسس هایی داریم که اینا دیتا ها رو میگیرن پردازش میکنن و خروجی میدن، اینجوری نگاه میشد به طراحی یک سیستم. اما بعدن که برنامه نویسی شیگرا ایجاد شد گفتن که ما برای چی بیایم مدل هایی که در مدل سازی سیستم به کار میبریم رو به شکل قدیمی، یعنی تفکیک دیتا و پردازش رو داشته باشیم و بعد توی زبان برنامه نویسیمون حالا بیاییم اینا رو جدا کنیم. اصلا از اول سعی میکنیم روش مدل سازیمون رو مبتنی بر روش های شیگرا رو انجام بدیم. من بیش از این نمیخوام وارد چیزهای خیلی کلی و
کلان این بشم، عرض میکنم مثلا درس تحلیل و طراحی سیستم ها، طراحی شیگرا و غیره، اینا درسایی هستن که به طور تخصصی به این قضیه میپردازن. اما این جلسه من میخوام این جلسه به جلسه بعد یه مثال براتون بزنم که اولا ببینید وقتی ما میگیم تحلیل سیستم چه جنبه هایی داره و چه چیزایی توش مهم هست. ثانیا اینکه ببینید وقتی میگیم طراحی، حالا توی اون بحث طراحی شیگرا چند بار ما تا حالا چیزایی دیدیم، تکنیک های مثلا اینهریتنس و پلیمورفیزم و اینها، ولی ببینیم که چه جوری اونا توی مدل سازی خوب سیستم میتونن به ما کمک بکنن. صورت مسئله‌ای که به ما دادن، فرض کنید که یه همچین چیزی است، یک ویدیو کلوپیه. البته الان مفهوم ویدیو کلوپ دیگه فکر میکنم منقرض شده، یعنی چنین چیزی وجود نداره، ولی قبلا وجود داشته. بذارید من اینو یه خورده فونتش رو بزرگ کنم که بشه خوند. حالا خودم تعریف میکنم براتون دیگه. فرض کنید ما یه ویدیو کلوپی داریم، یه مغازه‌ای قبلا می‌زدن، نمی‌شد، شما انقدر دیگه چیز نیستی، جوون نیستید، که این آدما می‌رفتن و فیلم اجاره می‌کردن، یه کرایه می‌کردن. خب الان دیگه چنین چیزی وجود نداره. وقتی که این کارو می‌خوان انجام بدن، خب مثلا شما عضو میشید میرید، یا عضو نمیشید نمیدونم میرید، خلاصه فیلم اجاره میکنید، یه پولی رو میپردازید، بعدا فیلم رو پس میارید. میگم قدیم ترا که به خصوص مثلا فیلم های ویدیویی VHS و اینا بود، این خیلی چیز بود، رایج بود. حالا بعد کم کم زمان میگذارین و تبدیلش کنین به یه چیز دیگه ای، من نمیدونم چی اجاره بدیم، ولی حالا باید فکر کنیم یه تغییر بدیم که یه خوری مدرن تر بشه صورت مسئله. بعد این ویدیو کلوپه میاد اصطلاحا یه لویالتی پروگرام میذاره. لویالتی پروگرام از اون چیزاییست که تشویق میکنه، اگر شما مشتری من باشی و هی از خدمات من استفاده کنی، باید امتیاز میدم و نمیدونم قرعه کشی میکنم و اینجور حرفا. بنابراین شما علاوه بر اینکه این کار انجام میدید، وقتی فیلم میگیرید امتیاز هم دریافت میکنید. این یه خورده باید ما محاسبات مربوطه به حق اجاره و امتیاز به نوع فیلم بستگی داره، که گفتیم سه نوع طبقه بندی میشن: فیلم های عادی، فیلم های کودکان و فیلم های جدید. فیلم های عادی رو شما 2000 تومان پول میدید برای اجاره کردنش، بعد از هر دو روز به ازای هر روز اضافه 1500 تومان باید اضافه بدید. فیلم های کودکان حق اجاره 1500 تومانه، بعد از هر 3 روز به ازای هر روز 1500 تومان اضافه میشه. فیلم های جدید اصلا مدلشون اینجوریه که هر روز مبلغ 3000 تومان باید بدید. بعد حالا امتیاز گرفتن اینجوریه که برای هر فیلمی که اجاره میکنید یه امتیاز میگیرید. اگر فیلم جدید اجاره بکنید و بیش از یه روز اجاره بکنید، یه امتیاز دیگه هم میگیرید. وقت مثلا میان هر از گاهی بر اساس امتیازای تخفیفای براتون قائل میشن، یه جایزه میده. حالا ما میخواییم یه برنامه بنویسیم که وقتی که مشتریمون یه تعدادی فیلم رو اجاره کرد، براش یه صورت حسابی چاپ بشه به این ترتیب. مثلا فرض کنید که مشتریمون به اسم غلام اومده این 4 تا فیلم رو اجاره کرده و اژدهای وحشی، فاصله ها در افق، اینا فیلم های عادی هن. سارا در مزرعه فیلم کودکانه و اره کند یک فیلم جدید هست. باید بگیم که هر کدوم از اینها، اینا رو به مدت چقدر 3 روز اجاره کرده، هر کدوم از اینها چقدر مبلغ اجارهش میشه که کل مبلغش اینقدر. 5 تا هم اصطلاحا frequent renter points. رنتر میشه کسی که اجاره میکنه دیگه، فریکوئنت رنتر کسی که زیاد اجاره میکنه، امتیاز مثلا فریکوئنت رنتر پوینتس میگیره، که 5 تا که میگیره به خاطر این است که 4 تا فیلم اجاره کرد، چون اره کند رو به مدت بیش از یه روز اجاره کرده، یه امتیاز اضافه هم بابت اون دریافت میکنه. فرض کنید این صورت مسئله است که صاحب اون ویدیو کلوپ به شما داده و گفته که برید این رو برای من پیاده بکنید. خب اینو از این جهت، اصلا این جلسه یکی از فلسفه هاش اینه که شما تا حالا ما هر برنامه ازتون خواستیم یک صورت مسئله خیلی دقیق و شسته رفته دادیم بهتون، یه جاهاییش هم که شسته رفته نبوده شما ایمیل های تند و اعتراض‌آمیز زدید تو فروم که این چرا معلوم نیست اینجا چه کار باید بکنیم، در حالی که در دنیای واقعی کاملا فضا متفاوت هست. شما وقتی میرید با مشتری ها صحبت میکنید و برای کسی برنامه مینویسید، خب
اولا اون چون مشتریه شما نمیتونید خیلی طلبکار باشید ازش، خیلی باید برید و محترمانه سعی کنید که صورت مسئله ازش بپرسید. نکته دیگری این است که برخلاف شرایط اینجا، کسایی که صورت مسئله رو به شما میدن لزوماً تخصصی در کامپیوتر ندارن. یعنی من خودم وقتی میخوام یه صورت مسئله بنویسم، هر چقدرم که سعی کنم مبهم و مثلا مشکل دار بنویسمش، آخر سر چون اصلا شکل فکر کردن من مبتنیست بر اون طراحی کامپیوتری، نمیتونم خیلی این کار بکنم. ولی خیلی وقتا میرید با مشتریاتون جلسه میذارید، میبینید که اینا مثل حرفای کلی میزنن، از این شاخ به اون شاخ میپرن، یه چیزی رو به شما نمیگه، سوال میکنی یه جواب دیگه ای رو میگه، اگه چند نفر هستن مثلا یه چیزی رو میپرسی، تازه میبینی خودشون با هم اختلاف نظر دارن و اینقدر از اینجور مسائل برخورد میکنید که میگم برای همین مثلا یه درس گذاشتن که چجوری ما صورت مسئله رو در بیاریم و خوب شسته رفتهش بکنیم. تو بخش از درس تحلیل و طراحی سیستم اینو میگن دیگه. و نمیشه غیر از این هم انتظار داشت. یعنی اگر شما خودتون رو ببرید به جای مثلا یه کسی که صاحب یه ویدیو کلوپه، حالا ترمای پیش ما اسم این صاحب این رو میگفتیم عمو خسرو، مثلا خودتون بذارید به جای عمو خسرو، اصلا میبینید که این کلا ذهنیتش چیز دیگه ایه. بعد بعضی وقتا شما یه چیز میپرسید، یهو مثلا بعد برداشت میکنه، فکر میکنه مثلا شما دارید توهین میکنید بهش، یا یه چیزی رو نمیگه به شما، میگه چرا نگفتیم که خب این که بدیهی بود. خب برای توی ویدیو کلوپدار بدیهیه، نه برای منی که هیچی از این حوزه نمیدونم. و خلاصه این پروسه سختی است و معمولا این سختیش رو به این ترتیب حل میکنن که با یک روند ایتراتیو که شما سعی میکنین صورت مسئله در بیارید، پروتوتایپی بزنید، دوباره فیدبک بگیرید. اینا خیلی مهمه، چون خیلی وقتا برنامه رو شما مینویسید، مثلا صورت مسئله رو میگیرید، حتی امضا میگیرید، اصلا میگه آقا همینه، میرید برنامه مینویسید میارید، وقتی شروع میکنه کار کردن، حتی دمو میدید بهش، میگه خوبه. وقتی شروع میکنن کار کردن باهاش، تازه میگن که ای مثلا این چقدر من باید کلیک زیادی بکنم، نمیشه اینو همونجا بپرسی؟ خب چرا زودتر نگفتی؟ خب نمیدونستن. امضا کردی؟ خب آره امضا کردم. حالا اگر آدم منصفی باشه پول اضافه میده بهتون برای این تغییر، اگه نباشه میاد شما رو یه جور دیگه بدهکار میکنه که شما این تغییر رو براش انجام بدید. اینا چیزایی است که تو صنعت واقعا ما داریم. خب پس اینا مسائل پیچیده ای هستند. خیلی وقتا تا شروع نکنن کار کردن با نرم افزار نمیفهمن که واقعا نیازمندیشون چی بوده، هر چقدر هم که شما قبلش تلاش بکنید. پس اصلا روش های مهندسی نرم افزار یه جوری متحول شدن که سعی کنن تند و تند خروجی های کوچیک بدن. مثلا شما هفته یه بار یا دو هفته یه بار خروجی داشته باشید، نگید من میرم برنامه مینویسم مثلا 6 ماه دیگه میام پلوت، نه، دو هفته به اینا خروجی بدید و سعی کنید جوری این اولویت بندی ها رو انجام بدید که اینا شروع کنن استفاده کردن از نرم افزار، روی که واقعا بتونن به شما فیدبک بدن. و خیلی این برخلاف اون اوائل که می اومدن مثلا با الهام گرفتن از روش‌ها که فرض بفرمایید تو مهندسی عمران داشتن که یه گانت چارت می‌کشیدن و از این روز تا اون روز این کار طول می‌کشه، برای 6 ماه سعی می‌کردن برنامه ریزی بکنن، حالا میان دو هفته برنامه ریزی می‌کنن. اینا رو بهش میگن روش‌های اجایل یا روش‌های چابک اصطلاحاً. حالا موضوع درس ما اینا نیستن، فقط خواستم یه خورده فضا رو بهتون بدم که به خاطر تفاوت‌های ذاتی که نرم افزار با بقیه در واقع مصنوعات داره، اساساً روش‌های تولیدش خیلی متفاوت شدن و فرق کردن. اما برگردیم به صورت مسئله‌مون، ما این چیز رو، این صورت مسئله رو از عمو خسرو گرفتیم و حالا می‌خوایم برنامه بنویسیم. الان تا مدتی، حتی شاید تا آخر این جلسه به پروژکتور احتیاج نداریم، پس بذارید یه خورده از تخته استفاده بکنیم. یه نفر که یه استانداردی بذاره، بگه کلن تو ویدیو پروژکتورها دوباره باتن آف رو باید بزنی تا خاموش بشه، خیلی، چون بعضی هستن که باید بزنی تا دوباره باید بزنی تا خاموش بشه، بعضی دوباره نباید بزنی تا خاموش بشه. خب فرض کنیم که میخوایم ما این برنامه رو بنویسیم، الان کلیاتش هم تو ذهنتون هست دیگه، میخوایم ببینیم که اولین قدمی که توی معمولاً تحلیل یک مسئله وجود داره است که شما انتیتی ها یا موجوداتی که توی اون
صورت مسئلتون هستن رو بشناسید. ما اینجا یه خود شرایطمون مشکل تر است از چیزی که قبلا داشتیم. میتونیم مثلا مثال توپ و میز، خب معلوم بود یه توپ یه میزه، اونجا مثلا معلوم بود یه سری رباتن یه دونه روبولاینه، ولی اینجا اونقدر بدیهی نیست. اگر بخواید اسم برید این که توی این صورت مسئلمون چه انتیتی ها یا موجوداتی میبینید، راجع به چیا صحبت بکن، بگید چیا ما داشتیم توی این صورت مسئله. مشتری، فیلم، امتیاز، ویدیو کلوب، چی؟ هزینه، موعد مثلا بازگشت. خب ببینید این لیست رو میشه ادامه داد. من همینجا یه توضیحی بدم. چیزایی که شما الان اینجا ذکر کردید عمدتاً موجوداتی بودن که به ذهنتون رسید و اینا یه تکنیکی براش وجود داره بهش میگن noun phrase analysis. میگن شما متن مسئلتون که نوشتید بذارید جلوتون، noun phrase هایی که توش وجود داره، این اسم یا noun phrase به فارسی نمیدونم چی میشه، گروه اسمی میشه که میشه، خلاصه اسامی یا گروه های اسمی که وجود داره رو از توی اون متن استخراج کنید، اینا پتانسیالی موجودیت های شما. منتها وقتی میگیم موجودیت غالبا میخوایم اینو در قالب کلاس های بیان مدل بکنیم. noun phrase ها یا کلاس میشن یا چی؟ اینجا یه چیزای دیگه میتونن بشن. نگاه کنید. آیا مثلا من کلاس هزینه دارم؟ اینا فیلد هایی میشن یا اتریبیوت هایی از کلاس ها میشن. درسته؟ پس بعضی از اینا لزومی هم نداره اول کار همه چیمو دقیق و درست بنویسیم. اول میتونیم هر چیزی به ذهنمون میرسه بنویسیم. بعد ببینیم هزینه مثلا در واقع یه آبجکت انتیتی نیست برای خودش. ببینیم اینا این هزینه مثلا به به هزینه شماره 1 مثلا. ولی میتونیم بگیم فیلم شماره 1. درسته؟ پس مثلا امتیاز یا هزینه یا موعد بازگشت اینا از جنس اتریبیوت دارن میشن. یه خورده بیشتر بریم سراغ اون کلاس ها یا انتیتی هایی که داریم که این سه تا به وضوح انتیتی هستن. دیگه چی داریم؟ چی؟ حساب. چیه حساب؟ ببین مثلا هزینه که کردی، خب مشتری هزینه کرده، امتیاز باز مشتری امتیاز داره، اینا میشن اتریبیوت های مشتری شما. چی؟ فعلا اجازه بدید وارد بحث ساب کلاسینگ نشیم، فعلا ساختاری داریم نگاه میکنیم. امتیاز نه، چیز هزینه که شما گفتید، هزینه اتریبیوتی از چیه به نظرتون؟ آیا اینجوری است که مثلا آقای سماواتی که الان یه مشتری اون ویدیو کلوب هستن یک فیلدی به اسم هزینه داره؟ هزینه چنده شما مثلا؟ چیزی نداریم که. چی؟ اسم داره، ممکنه امتیاز داشته باشه، بگیم مثلا ایشون 10 تا امتیاز تا حالا کسب کرده. هزینه پرداختی برای کدوم فیلم؟ آخه مثلا فرض کن ایشون 3 سال مشترک این ویدیو کلوپ عمو خسروه، بعد مثلا همینجوری فیلم گرفته پس دادن، اینا همه جمع میکنی؟ آها این خوبه. یه کلاسی باید داشته باشیم که این کلاس هر اینستنسش یا هر نمونهش، هر آبجکتش نشون دهنده یک رخداد اجاره کردن هست. درست؟ پس من یه دونه کلاس اجاره دارم و بعد این هزینه میشه اتریبیوت اون اجارهه. خب و این معلومه که چه مشتری چه فیلمایی رو در چه تاریخی به چه مدتی اجاره کرده، هزینهش چقدر میشه، بابت این کار چقدر امتیاز میگیره. درسته؟ انگار که اون رسیده که داره چاپ میشه، اون رسیده انگار یه پرینتیست از این، یعنی حالت پرینت شده متنی از این. درست؟ حتی من انتظار داشتم شما اون رسیده رو هم به عنوان انتیتی
اسم ببرید، ولی خب حالا که نبردید دیگه وقتی ما اینو داریم اونو خیلی خوب نیست بنویسیم، برای اینکه اون انگار فقط یک نمایش کاغذی از این، یک موجود مستقل با هویت جدا نیست. خب این نشون میده که شما یه موقعهایی توی کلاس هایی که توی سیستم هایی که دارید تحلیل میکنید، علاوه بر اصلا چرا من اینو اینجا دارم، برای اینکه میخوام اینو ثبتش کنم دیگه، خب مجبورم اینو ثبت بکنم، فقط اون پرینتر کافی، چرا مجبورم اینو ثبت بکنم؟ اما خسرو چه استفاده میکنه؟ هر چیزی که میخواید من ثبت بکنم یا نکنم، من شماره کفش مشتری یا پریدن کفتر مثلا بیرون مغازه رو که ثبت نمیکنم، که چرا اجاره رو ثبت میکنم؟ چون باید پس بگن، حساب کتاب نگه دارن، یه گزارش میدن به مشتری که پس نیوردن مثلا، اینجور چیزا، اینا رو بعدن کارش دارم، هر اطلاعی که بعدن کارش دارم رو مجبورم نگهداری بکنم، درسته؟ خب پس اینو باید بذارم. پس توی سیستم ها خیلی وقتها کلاس های انتیتی هایی که داریم متناظر هستن با موجوداتی که وجود دارن اونجا، یه موقع های متناظر هستن با عملیاتی که انجام میشه یا رخدادهایی که رخ میده یا ترانزکشن ها بده بستون هایی که انجام میشه. مثلا توی سیستم آموزش از این جنس شما چه جور چیزی رو باید نگه دارید؟ چی؟ بلند بگید یه نفر، شما بگو. نمره هر درسی، درست؟ نمره هر درس اتریبیوتی از یه چیزیه، انتخاب واحد میشه یه کاری که شما انجام دادید، درسته؟ مثل اجاره کردن، شما میرید مشتری میره فیلم رو اجاره میکنه، دانشجو میره درس رو میگیره، ثبت نام میکنه توی درس، بعد همونطور که مثلا امتیاز و هزینه و اینا میشه اتریبیوت های این، نمره درس هم میشه اتریبیوت اون، درسته؟ میشه چون من نمیتونم نمره رو بذارم اتریبیوت یه دانشجو، نمره تو چه درسی؟ نمیتونم بذارم تو درس چون نمره مال چه دانشجوییه. این میشه یه موجودی که از یه طرف با دانشجو ارتباط داره، از یه طرف با درس ارتباط داره، و حالا اون خودش میتونه اتریبیوت داشته باشه که این انتخاب واحده، یا این در واقع بعدا میره یه سطر کارنامه شما رو تشکیل میده، درسته؟ این رابطه بین دانشجو و درس میشه. توی سیستم فروش بلیت مثلا سینما میشه یه دونه بلیتی که شما خریدین، بلیت هواپیما میشه بلیتی که خریدین، پس دادنش رو هم ممکنه شما به عنوان یک رخداد جدا بگیرید، اینو میتونه اون استیت یا وضعیت اون رو عوض بکنن، همونطور که این میتونه استیت یا وضعیت داشته باشه که الان این اجاره فیلماشو پس آورده یا نیورده، اینا میشه فیلدهایی که برای این میتونیم داشته باشیم، درست؟ پس از این سنخ ما انتیتی هم داریم. خب دیگه چیزی به نظرتون میرسه یا نه؟ خب من بذارید بپرسم ازتون، برای هر کدوم از اینا چه اتریبیوت هایی میتونیم به نظرمون برسه و اضافه کنیم؟ مشتری مثلا تقریبا معلومه، بالاخره اسم مشتری هست، درسته؟ نام مشتری، چه میدونم آدرس و تلفن مثلا مشتری رو گرفته که زنگ بزنه بهش بگی چرا فیلمتو دیر آوردی. بعد میتونیم بگیم اون امتیازی که کسب کرده، درسته؟ اون frequent renter pointsش اینجا نگه داری، درست؟ حالا چیز دیگه میتونه باشه، چون تحلیل یک سیستم، تحلیل یک مسئله که به این سرعت هم نیست که من همینجا ببندم برم، مثلا این ممکنه چند روز طول بکشه، برای سیستم بزرگ چند هفته یا چند ماه ممکن شما اصلا فقط تحلیل بکنی سیستمتون رو. خب میگم الان اینکه چه چیزای دیگه ای هست، من باید کلا برم بشینم با عمو خسرو حرف بزنم ببینم چه فیچرهایی رو انتظار داره این داشته باشه. مثلا ممکنه که اول کار بپرسه عمو خسرو علایق شما چیه، درسته؟ فیلم اکشن دوست داری یا مثلا فیلم چه میدونم درام دوست داری، اینا رو شما بگید که بعدا بتونه بهتون فیلم ریکامند بکنه، قبول؟ یعنی کاملا اینا. بعد عمو خسرو در قبل از این که ما این برنامه رو براش بنویسیم، اینو چجوری این اطلاعات رو در می آورده؟ اول کار که شما می رفتین چیکار می کرده؟
یه فرم میداده به شما، میگفته بیا این فرم رو پر کن، فرم اشتراک مثلا ویدیو کلوپ عمو خسرو، یا میپرسیده خودش پر میکرده و احتمالا مثلا یه پوشه ای داره که این کاغذهای مربوط به شما رو تو خودش گذاشته، درست؟ در واقع اون فرمی که عمو خسرو از شما میگیره، اون انگار کلاس، مثل کلاسیه که مثل آبجکتی است از کلاس، در واقع یه فرم خالیش میشه کلاس شما، کلاس مشتری، هر کدوم از نسخه هایی که پر میکنه میشه یه آبجکت. در واقع میخوام بگم این مفاهیم بوده از قبل، فقط الان یه خورده متفاوت شده. فقط نکته این است که اون فرما چیز ندارن دیگه، متد ندارن، فرقشون با کلاس ما بعداً به اینا متد اضافه خواهیم کرد، در حالی که اون مدل مدل قدیمی بوده. اصلا الان اگه برید با آدمای قدیمی تری که تحلیل طراحی سیستم کار میکنن صحبت کنیم، ما یه سری فرم طراحی میکنیم، یه سری مثلا فلوچارت به شما میدیم، اون فرما براشون خیلی مهمه، اون فرما توصیف دیتا هاشونن. ما این دوتا رو حالا یه خورده تا جایی که میشه مخلوط میکنیم. خب فیلم رو میتونیم باز معلومه فیلم که چه جور چیزایی ازش داریم، مثلا چه میدونم نامش رو داریم، نام کارگردان رو داریم، چیزای دیگه، و اون نوع فیلم رو هم داریم که اون فیلم جدید یا فیلم معمولی یا فیلم کودکان بود، درست؟ اجاره رو چی داریم؟ بگین. تاریخی که اجاره شده، مدتی که اجاره شده، این که فهرست فیلم ها چی دیگه؟ مشتری که این رو اجاره کرده. حالا اینا رو من میتونم در شکل یه نمودار یو ام ال بکشم دیگه، یعنی هر کدوم از این یه قوطی بکشم، بعد اینی که من اینجا نوشتم مشتری، در واقع یه خطی بین اجاره و مشتری باید رسم بکنم، که حالا اینا رو یه خورده که جلو رفتیم نموداراش رو هم من بهتون خواهم داد. حالا سر این اجاره باز یه نکته‌ای داریم که باید راجعش صحبت بکنیم، برمیگردیم بهش. ویدیو کلوپ من چی ازش می‌نویسم؟ خب اجازه بده اول بگو اتریبیوتاش چی هست؟ بگین شما همه تون بگین چی؟ اجاره چی؟ اجاره ملکش؟ آها، این شامل اجاره هایی میشه که انجام شده. خب اول یه لطفی بکنید در رو نبندید که یه خود هوا عوض میشه. اول رابطه هاش رو با بقیه نگید. ببین اینا بعضی چیزایی که داشتین از جنس رابطه بودن، مثل این مشتری یا فهرست فیلم ها، درسته؟ یعنی من مثلا اگر که یه دونه کاستمر اینجا داشته باشم، بعد مثلا مووی رو اینجا داشته باشم، یه دونه رنتال دارم، رنتال یعنی یه دونه اجاره کردن، که هم با کاستمر رابطه داره هم با مووی رابطه داره. حالا ویدیو کلاب شما هم با یه سری از اینا رابطه داره، منتها هر کدوم از اینا یه سری اتریبیوت هایی از جنس غیر رابطه دارن، مثل اسم مشتری، اسم فیلم یا تاریخ اجاره. ویدیو کلوب از اون سنخ اتریبیوت ها چی داره؟ چی؟ خب اون میشه رابطه ویدیو کلوب با فیلم. اسم ویدیو کلوب مثلا چی؟ پول؟ اسم کل پولی که توش هست رو برمیده میذاره جیبش، میره مثلا پنیر میخره دیگه. الان چقدر من باید بنویسم اونجا؟ موجودیشو میخوایم بگیم چی دیگه باده؟ چی؟ کارکنان. خب دیگه این راحت نمیتونین چیزی در بیارین، برای این است که اساسا خیلی موجود به درد بخوری نیست تو سیستم ما. برای چی؟ من دوستمون گفتن یه سینگلتون، اساسا من یه دونه آبجکت از این دارم، درسته؟ و یه دونه آبجکت هم خیلی به دردم نمیخوره. من حالا اسم ویدیو کلوپو مثلا میخوام بالای رسیده چاپ کنیم، مثلا خب هارد کد میکنیم بنویسه ویدیو کلوپ عمو خسرو مثلا، درسته؟ در دو حالت ممکنه به درد بخوره. یکی این چیزیست که شما گفتید که یه جور اینی آبجکتی باشه که اگریگیت بکنه، اصطلاحاً
جمع بکنه این اجزای کوچیک‌تر رو. یعنی یه نفر اگه همه فیلم آبجکت‌های فیلم همینجوری تو زمین نریخته که کسی یه جایی نگرشون داشته، مثلا میتونیم بذاریم اون تو. و این یک حالتش میشه. حالت دیگرش چی میشه؟ چی؟ گسترش چی؟ شعبه های مختلف داشته باشیم. یعنی عمو خسرو این کارش گرفت، مثلا یه دونه چه میدونم شعبه مثلا غرب تهران هم میره یه دونه درست میکنه، درسته؟ اون وقتی که این البته اسمش دیگه خوب نیست ویدیو کلاب باشه، مثلا میشه برانچ، مثلا اون که شعبه ای رو ما داریم چیز میکنیم، درست؟ حالا اگر شعبه باشه اون وقت مثلا اسم شعبه، اون کد شعبه و چیزها رو باید داشته باشه. هدف اون این است که ببینید اساسا هدف این که بخوایم به دنیای واقعی نزدیک بکنیم این است که کارمون راحت بشه. میدونی یعنی وقتی شما به دنیای واقعی نزدیکی، وقتی که میان تغییر میدن سیستمت رو، چون تغییر تو دنیای واقعی اتفاق میفته، اینجا هم راحت میتونی تشخیص بدی که چه اتفاقی میفته، نه اینکه یه مدل خیلی متفاوت داشته باشی. ولی من حدس میزنم شما یه منظور دیگه ای داشتی از سوالت. یه خود میتونی میگن که مثلا مارسل مشتری باید دقیقاً بدونه چه فیلمایی داره، نه اینکه فیلما بدونن چه مشتری فیلمایی داره. خب اجازه بدید من اگر که دقت کرده باشید اینجا برای رابطه هام جهت نکشیدم، میگم این پوینتر از این وره به اون وره یا از اون وره به این وره. تو معمولا تو مرحله تحلیل این کارو نمیکنن. ببین مرحله تحلیل مرحله ایه که شما یا انالیسیس میفهمید که میفهمید مسئلهتون چیه، چه موجوداتی هستن تو اون دامنه، بدون اینکه راه حل بدید. یعنی مثلا حتی مدل هم وقتی میکشیم کافیه عمو خسرو انگلیسی بلد باشه بهش بگیم مثلا قوطی و خط و اینا چیان، میتونه بفهمه که این هیچ موجود. من اینجا نگفتم دیتابیس، نگفتم نمیدونم اپراتور، چه میدونم سی اینو سی آوت نگفتم، هیچ کدوم این چیزها رو اینجا نگفتم. هر چی هست تو جزء صورت مسئله است کماکان. خب تو طراحی اون وقت ما میایم کم کم یه سری تصمیم هایی میگیریم که این تصمیم ها کمک میکنه به اینکه حل مسئلهمون به طور دقیق تر انجام شه، واقعا حل میکنیم مسئله رو. مثلا تو طراحی من تصمیم میگیرم که کاستمر پوینتر داشته باشه به رنتال، یا رنتال پوینتر داشته باشه به کاستمر، یا هر دو. خب این هر کدومش تبعاتی داره. اگه مثلا فرض کن کاستمر پوینتر داشته باشه به رنتال، اگه یه کاستمر داشته باشی راحت میتونی رنتالاشو پیدا کنی، ولی برعکسش اگه یه رنتال بهت بدن باید برید تمام کاستمرها رو بگردی ببینی کدومشون مثلا با این رنتال رابطه دارن. پس بحث پرفورمنسه، بحث سرعت بیشتر که جهته چجوری باشه. فعلا ما میخواییم فقط مفهومی بدون اینکه وارد راه حلمون بشیم بشناسیم مسئله رو. مرحله بعد تو طراحی است که میاییم حالا عناصر راه حل رو اضافه میکنیم. آها. سوالی که دوستمون میپرسن این است که اگر ما این ویدیو کلوپ رو نداشته باشیم، خب و این وقت مثلا این آبجکت های مووی کجان دقیقاً؟ آیا تو مینمون مثلا یه وکتوری میگیریم از مووی؟ خیلی قشنگ نیست، درست؟ اصلا اون خب بقیه چی کار کنن؟ خب خیلی وقتا هستش که البته ما بعضن که نه، اصولا تو سیستم های اطلاعاتی بزرگ وقتی پای دیتابیس و اینا کشیده میشه یه خورده مدلمون فرق خواهد کرد. من الان اونجوری نمیخوام حرف بزنم. خیلی وقتا شما میاید آبجکت هایی درست میکنید، مثلا برای مووی خود جناب عمو خسرو مثلا وقتی میخواسته بدونه چه فیلم هایی داره اینا رو چیکار میکنه تو مدل دستیش؟ بگین نه ممکنه یه فیلم اجاره باشه اونجا نباشه خود فیلمه، یه لیستی داره مثلا، درسته؟ یا بعضا میتونه به جای لیست مثلا ورداره اون جلد سی دی رو یک پرینتر یک کپی رنگی ازش بگیره بذاره مثلا توی یه پوشه‌ای که شما ورق بزنید اطلاعات هر کدوم از این فیلم‌ها رو نگاه کنید، حالا کنارش هم یه برچسبای زده مثلا کد شماره فلان یه جوری اینجا، اون پوشه یا اون لیسته برای خودش میتونه یه انتیتی باشه، یه هویتی داره برای خودش. مثلا این میتونه اسمش باشه، چه اسمی برای این؟ مثلا کاتالوگ فیلم میتونه باشه،
درست کاتالوگ فیلم هایی که کاتالوگ یو ای داره آخرش. آره من ورژن بدون یو ای هم داریم یا نه؟ من فکر کنم داریم. یه حسی به هم. خب حالا سوال بعدی پیش میاد، کاتالوگ کجاست پس؟ درسته؟ حالا یه چیز دیگه بزنیم، کاتالوگ رو بزنیم کشو مثلا. کشو کجاست؟ آخرش بالاخره میرسیم به یه همچین موجودی که انگار همه چیز رو داره، یعنی ریشه ایست که همه اینا اون تو شامل میشن. حالا شما ممکنه یه همچین چیزی رو کاتالوگ، چند تا کاتالوگ داره عمو خسرو؟ یه دونه داره. این یه دونه رو ممکن است همونطور که دوستمون گفتن با اون پترن سینگلتون نگرش دارید، یعنی انگار که خود اون کلاس کاتالوگ فیلد استاتیکی داره، اون یه دونه کاتالوگ اون توه. خب یا اینکه بذاریمش تو این ویدیو کلوب، به نظر ایده بدی نیست که بذاریم این تو. من خودم خیلی بعدم نمیاد از اینکه همچی چیزی رو داشته باشه. حالا بریم سر مشتری. آها این کارکنانی که اینجا گفتید، کارکنان آیا برای ما مهمه؟ مثلا عمو خسرو چه میدونم یه دونه، چه میدونم یه شاگردی داره، فریدون مثلا. خب این الان من برای چه یه آبجکت یه چیزی درست کنم برای فریدون؟ خب مثلا اگر بخوایم ما حساب کتاب حقوق مثلا فریدون و شهباز رو مثلا داشته باشیم، مثلا دو تا شاگردای عمو خسرو هم، خب اینا رو باید داشته باشیم. خب آیا اینو داریم الان تو صورت مثلا یا نداریم؟ از کجا میدونی نداریم؟ نه از کجا میدونی تو صورت مثلا نداریم؟ از کجا میدونی نخواسته؟ مگه باهاش صحبت کردی تو؟ پس باید صحبت کن، این خیلی مهمه ها. یکی از مهمترین اتفاقاتی که برنامه نویس های ما براش مشکل پیش میاد اینه که خودشون فرض میکنن، میگن خب این که الان نیست یا اون که هست، یا استناد میکنن به مثلا یه جلسه مصاحبه‌ای که با عمو خسرو داشتن و متنش رو پیاده کردن توی این چیزی که اینجا داشتیم. درست؟ اینا هیچ کدوم، یعنی باید دائما کامیونیکیت کنید با مشتری. اینجوری نشه که یه جلسه بذارید با مشتریتون، خب خداحافظ شما، من میرم برنامه رو می‌نویسم برات میام، این وسط یه عالمه سوال براتون پیش اومده، فکر کنید که خب خوبه مثلا ممکن الان تو این جماعت ده نفر بگن خوبه ما این حسابداری رو بنویسیم، بگید بعد همه خودت نگاه کن مثلا من حسابداری گذاشتم برات، میگم مثلا برو به کارت، من رفتم یه دونه حسابداری خودم خریدم، یه دونه مثلا چنم پکیج حسابداری و مدیریت پرسونل و اینا از فلان شرکت خریدم، مثلا برای چی تو برای من نوشتی؟ به جاش بیر لینک کن مثلا سیستم خودتو با اون، یا اینکه نه ننویسید بدون که ای خب پس من کجا بدونم مثلا شهباز چند تا فیلم کرایه داده که من بخوام مثلا یه کارانه‌ای بهش بدم. پس باید این بپرسیم، باید این صحبت کنیم. یکی از مهمترین کارهایی که در جریان تحلیل نرم افزار انجام میشه این است که اسکوپ یا حوزه اون نرم افزار رو شما مشخص بکنید، چه چیزی جز صورت مسئله‌مون هست، چه چیزی جز صورت مسئله‌مون نیست. و ما اشتباهی که ممکنه بکنیم این است که فقط بپردازیم سوالاتمون روی این باشه که چه چیزهایی هست، در حالی که شما با تو جلساتون یه لیستی داشته باشید، تو جلساتی که با عمو خسرو دارید بگید که دقیقاً معلوم بکنید که چه چیزهایی جزء صورت مسئله نیست، یعنی اینو هم صریح بکنیم. چرا؟ چون ممکنه عمو خسرو فرض کرده که خب بدیهیه که شما باید اینو داشته باشید، حالا هر فیچری از این دست اگر بخواد باشه و شما الان فرضتون نبوده. یه نفر سوال داشت. بالاخره تو برنامه‌نویسی به جایی می‌رسیم که باید ببینیم پرفورمنس دنیای واقعی کدوم انتخاب کنیم، تشخیص بدیم که به کار کردن برنامه اینکه به دنیای واقعی نزدیک بشه. درست. حالا میدونم که مثلا در نمی‌تونه 100% این یا اون، ولی خب بالاخره یه کدوم باید انتخاب کنیم. ببین ایشون میگن ترید آف یا بدبستون بین نزدیکی به دنیای واقعی در حقیقت بیشتر به انعطاف پذیری و قابلیت نگهداری منجر میشه، یعنی هرچی شما نزدیکتر باشه به دنیای واقعی راحت‌تر میتونید مینتینش بکنید. از اون ور ممکنه یه جاهایی مثلا تعدد آبجکت ها یا هی مثلا میخوای بری الان یه فیلمو پیدا کنی مثلا سه تا لینک بخوای تی بکنی، اینا پرفورمنس تو بیاره پایین‌تر. در جواب سوال شما خود گفتی که حکم کلی نمیشه داد، ولی اگر غیر از اون بخوایم بگیم
سبک اون نرم افزار یا اون دامنه اون نرم افزار اولا خیلی چیزها رو تعیین میکنه. بارها دیدید من مثال زدم، مثلا چه میدونم دوربینی که روی ربات نصبه و این میخواد مثلا حرکتش رو کنترل کنه، خب تون تون داره چند فریم در ثانیه میگیره، بعد حجم هر کدوم از این تصاویری که میگیره زیاده، بعد آنالیز کنه ببینه مانع هست یا نه، خود اینا پردازش میخواد، نمیدونم کلی فیلتر باید بزنه، کلی این کارا رو بکنه، درسته؟ اینا خب حجم زیاد و از اون برم باید این ربات تصمیم بگیره، اینو میخوره تو دیوار یا میفته. اینجا شما یک مدل دادین، اصولا تو نرم افزارهای ریل تایم، تو نرم افزارهای امبدد، تو اینجور چیزا شما معمولا اون وجه پرفورمنستون مهمه. توی نرم افزارهای اطلاعاتی اینجوری وجه دیگری مهمه، اونم حجم زیاد کاربر وقتی که داشته باشید شما چه اتفاقی میفته. ببینید حقیقتا اینها کامل اینا این تجربه هایی که تو این حوزه ها هستن رو هم انباشته میشن و اصطلاحا به پترن، حالا چه دیزاین پترن چه آرکیتکچرال پترن هایی منجر میشن که اون تجربیات اون سبک نرم افزار رو تو خودشون دارن. مثلا شما وقتی میخواید برید نرم افزار آموزش بنویسید نمیشه از اول فکر کنید from scratch، نه، یه مثلا میدونیم من اینجا معماری سلایه میخوام، یه دیتابیس اینجوری میخوام، اینا تجربیات مثلا آدم های قبلی هست، بعد کلاستر میکنم رو چند تا کامپیوتر همزمان، مثلا لود رو پخش میکنم، یعنی شما از یه بر انعطاف پذیر برنامه‌تون رو مینویسید، برای اینکه پرفورمنس به دست بیارید میایید چند تا اینستنس مختلف رو همزمان با هم اجرا میکنید، بعد درخواست‌ها رو پخش میکنید روی این برنامه‌های مثل همین که تکرار کردید روی یک کلاستری از کامپیوترها. اینا میخوام بگم این تجربه ها داره چی رو میگه؟ میگه که یه سیستم اطلاعاتی مثل سیستم آموزش یکی از درخواست هایی که زیاد توش اتفاق میفته درخواست های تغییره. مثلا دانشجو دو رشته ای اضافه میشه، مثلا ماینر مثلا تحصیلی اضافه میشه، فلان فلان فلان، آیین نامه ها تغییر میکنه، بس باید انعطاف پذیر باشه. از اون پرفورمنس مهمه به خاطر لود زیاد، پس ما رپلیکیت میکنیم اینا رو روی چند تا ماشین که بتونیم. میخوام بگم اینا چیزایی است که به مرور کم کم دستتون میاد، ولی همه حتی کسایی که زبان سی او اختراع کردن متفق القولن که پریمچور اپتیمیزیشن چیزیست که بسیار بده، یعنی شما قبل از این که خودتون شکل بگیره، الگوریتماتون، ساختارهاتون، روابط بین موجودتون شکل بگیرن، شروع کنید ریزکاری روی اپتیمایز کردن کد روی سرعت، این بسیار بده. همه میگن شما مبنا رو اول بذارید روی طراحی خوب و انعطاف پذیر، بعد در زمان مناسب که حالا ممکنه آخر پروژه هم نباشه تست بکنید ببینید باتلنک الان ببینید اون نیازمندی پرفورمنستون رو ارضا میکنه یا نه. اگه ارضا میکنه که اوکیه، اگر نمیکنه باتلنک رو پیدا کنید، فقط اونجا رو برید اپتیمایز بکنید، نه اینکه من هر رابطه ای میذارم به پرفورمنس فکر کنم. نه، ممکنه اوورال وقتی اینو اجرا میکنم مثلا چه میدونم این دسترسیم باشه که زیاد مکرر و کند داره انجام میشه، اون رو اپتیمایز میکنم، نه کل طرحمو به هم بریزم. خیلی کجا بودیم ما؟ گفتیم پس اسکوپ مسئلهتون رو مشخص بکنید که چی رو داریم چی رو نداریم. بازم سوال بود؟ سوال داشتید؟ خب عرضم به خدمت دوستان که کارکنان رو پس با تکلیفش رو روشن کنیم. مثلا دیدید میرید توی پیتزا فروشی مثلا مینویسه اون صندوق داری که به شما مثلا این سرویس رو داده، بعضی جاها مینویسه اگه چند تا داشته باشن مثلا کی بوده اسمش رو مینویسه. تو مثلا شهروند و اینا وقتی تو فروشگاه‌های بزرگ یه سری هستن معلومه که شما از کدوم صندوق اینو خرید کردید. برای چی معلومه؟ اگر مشکلی پیش اومد ما بتونیم بریم با اون فروشنده صحبت بکنیم، بتونیم اینو تریسش بکنیم به فروشنده. اینجا ممکنه عمو خسرو اینو داشت. بعد بعضی جاها ممکنه که شما یه پیشنهاداتی داشته باشید، بگید مثلا عمو خسرو اگر این کارو بکنید بعداً میتونیم مثلا گوش این فریدون رو بکشی، مثلا میگه تو چرا این کارو کردی، یا میتونی اینجوری حقوق تو مثلا حقوقی که به اینا میدی رو بر اساس پرفورمنسشون بالا پایین بکنی. یعنی بعضی اوقات شما دیگه نه فقط در قالب کسی که میشنوه چی میگن، نه، اگر که تجربه داشته باشی تو اون حوزه میتونی راه حل پیشنهاد بکنی دیگه. اینجا در واقع بیزنس آنالیست میشید، نه فقط سیستم آنالیست. سیستم آنالیست کسی که فقط صورت مسئله رو میفهمه، بیزنس آنالیست کسی میشه که میفهمی که اون بیزنسه چیه، میشناستش، میتونه راه حل بده برای بهتر شدنش. خب
و اینم یه رول دیگه ای میتونه باشه، حتی ممکنه خیلی هم با کامپیوتر کار نداشته باشه ها، مثلا میاد یه بیزنس رو بررسی میکنه سولوشن. اینا آدمای خیلی خبره ای ان و خیلی هم دستمزدهای گرون قیمتی میگیرن، چون بر اساس تجربه خیلی مدت طولانی این حرفا رو میزنن. خیلی خب، حالا پس این پس تکلیفمون رو باید راجع به این که این شعبه های مختلف هست یا نه روشن بکنیم. حالا فرض کنید که شما میگید خب باشه، من اینو در نظر میگیرم شعبه های مختلف داشته باشه. مثلا عمو خسرو برمیگرده میگه که اب نداره، من اصلا بعدم نیست تا بگیم مثلا مرتضی مثلا بره شعبه غرب تهران هم بزنه، مثلا دامادشه. خب حالا چه اتفاقی میفته اگر شما بفهمید که شعبه هم دارید؟ آها، از این مسائل پس ممکنه رخ بده. اولا اینکه مشتریتون آیا مشتری کل ویدیو کلوپ یا مشتری شعبه است؟ باید بپرسیم، باید حرف بزنیم. ممکنه حتی به خیلی وقت الان شما عمو خسرو، حالا در نظرم بگیر عمو خسرو چه تیپیه دیگه، یه خود حالا سرش موهاش کم پشته و یه سیبیلی هم داره و خلاصه نشسته و مثلا یه خودم اینجا سیبیلش هم زرد شده. خب بعد ازش میپرسی که حالا مشتری کل باشه یا مشتری شعبه باشه، نمیتونه جوابه، یعنی ممکنه باشه جوابی بده، ولی خیلی وقتا اون کسی که تو اون شغل هست لزومن خودش هم نمیدونه بهترین حالت چیه. حالا باید باز کنیم، اگر مشتری تک شعبه باشه، مثلا من فقط مشتری شعبه اصلی هم، یعنی چی؟ یعنی اگر من رفتم شعبه غرب تهران اونجا منو نمیشناسن دیگه، frequent renter points هم دیگه کار نمیکنه. درسته، همه این رو باید بگیم. خب این خب معلومه، مال همه رو بذار. تبعات این چیه؟ اگر شما مشترک همه شعبه ها باشید چه اتفاقی میفته؟ از اونجا من فیلم میگیرم میبرم شعبه غرب تهران پس میدم. خب بعد از یه مدتی یهو میبینی که اصلا اونجا دیگه فیلم نداره، مثلا فلان فیلم اریکوند همش رفت غرب تهران مثلا. درسته؟ بعد آخر شب مثلا یه وانتی بشینه مثلا بچرخه این شعبه های مختلف فیلم ها رو دوباره توزیع کنه. آیا این در نتیجه میبینید که بعضی اوقات تصمیم های آیتی ما تأثیر میذاره روی وجوه غیر آیتی اون سیستم؟ یعنی وانت بالاخره اون موجود فیزیکی رو من چجوری جابجا کنم؟ یعنی اینجاست که میگم دیگه کل اون سیستم رو باید نگاه کنید، نه فقط کامپیوترش رو، نه فقط آیتیش رو. درست؟ بعد یه سوال دیگه پیش میاد، اساسا ما تا حالا ندیده بودیم این قضیه رو. چی رو ندیده بودیم؟ اینجا توجهتون به چیزی جلب شد تو این قضیه که از اینجا بگیریم به اونجا بدیم؟ نه، تو این ما یه چیزی رو کم ندیدیم به نظر شما. نه اصلا فرضون شعبه نداره، اصلا همون یه دونه شعبه هم داریم. ما چند تا نسخه از یک فیلم داریم؟ سوال اینه، من محدودیت داره نسخه هام یا نه؟ آیا هر کی بیاد میگه خب الان که ندارن، یه دقیقه صبر کن یه سی دی میندازه سری رایت میکنه میده، یا اینکه نه حالا بستگی به مقطع زمانی داری که ما داریم این رو بررسی میکنیم، اگه قدیم باشه مثلا ریکورد کردن خیلی سریع نیست. درست؟ پس این رو این الان یه سوال مهم مونه که آیا من مثلا این فیلمام من خیلی تأثیر میذاره ها، یعنی من باید بشناسم. بعد سوالی که پشتش پیش میاد، فرض من بگم آره من مثلا از هر فیلمی چند تا نسخه دارم و همینو هم هست، پس من چی رو باید نگه دارم؟ بگین چی؟ تعداد نسخه هایی که از اون فیلم دارم و الان موجود هست یا نه، موجودی رو باید نگه دارم. الان چند تا بوده، چند تاش اجاره دادم. درسته؟ پس موجودیه این وسط. حالا سوال دیگه اینه که آیا نسخه های مختلف این فیلم ها از نظر من یکسانن یا اینکه با هم فرق میکنن؟ مثلا میخوام بگم نسخه یک فیلم اریکوند، نسخه دو فیلم اریکوند، نسخه سه فیلم اریکوند. چرا ممکنه بخوام این نسخه ها رو از هم دیگه تمایز بده؟ خب هر ستاش یکسانن دیگه.
یکی ممکنه منو خراب کنه، بخوام ببینم یقهشو بگیرم بگم خب چرا اینو خراب کردی، زنگ بزنم ببین اینی که تو قبلا برده بودی تو این آبجکت های رنتال هم برم بگردم ببینم اینی که تو قبلا گرفته بودی برده بودی کدوم نسخه بود، یا در واقع کوئری بزنم، کوئری که جستجو کنم توی تمام رکوردهای اجاره آخرین رکورد اجاره ای که مربوط به اون نسخه فیلم بوده مشتریشو گیر بیارم بگم بیا خسارت بده مثلا. خب آیا این کارو بکنیم یا نکنیم؟ به نظر شما الان یکم بکنیم یا نه؟ الان عمو به عمو خسرو گفتید اونم بزرگ سرشو داره میخارونه. پس در واقع شما دارید میگید که پیچیدگی به وجود میاد، یعنی آیا عمو خسرو بیاد دونه دونه این فیلم ها رو کد بزن معلوم بشه این الان یه برچسبی بزن این مثلا شماره یکه اون تو بزن، هر یه نفری که میاد اینو فیلم رو کرایه بکنه مثلا یه اینجوری میکنیم مثلا شماره چنده اونجا میزنیم، درسته؟ مدل اطلاعاتیمون هم پیچیده تر میشه. آیا میارزه این یا نه؟ اگر شما به جای مثلا اینجور به جای یه فیلمی که الان ریپرودیوس کردنش یه کپی ازش درست کردن خیلی کم هزینه به نظر میرسه، یه موجودی داشتید که موجود مهمتری بود، مثلا یه چه میدونم کرایه ماشین میدادید، ماشین کرایه میکردن آدم ها، خب مثلا شما سه تا هوندا سیویک دارید هر سه تاش این همه بردی خراب کردی اب نداره من مثلا یه دونه دیگه درست میکنم، نه این که نیست که، درست؟ پس باید ببینید که این تصمیماتی که شما اینجا میگیرید، باز اینا شغل تحلیلگر سیستم آنالیست، این تصمیمات تبعاتش هزینه هاش چقدره برای اونجا، چه هزینه های آی تی، چه داخل مثلا داخل برنامه‌مون ممکنه برنامه نویسی شما رو مثلا زمانش رو بیشتر بکنه یا زمان اجرای برنامه‌تون بیشتر بشه، یا اینکه هزینه های اجرایی سیستم، آه بیا همه این کدا رو بنویس بعد هر یه نفری که میاد مثلا بزن که این کدوم بوده از اینجور حرفا، بعد این مقایسه بشه با بنفیت، با اون فوایدی که با اون سودی که از این قضیه میبریم، این شغل تحلیلگر سیستمه. و میبینید که این کار آسونی نیست. حالا مثلا من به شما بگم الان ما داریم میگیم که خب یه دونه ویدیو کلوب و یه نفر عمو خسرو داره بحثا راجبش میکنیم، برید توی که مثلا وزارت صنایع و معادن مثلا دفتر نمیدونم چی چی میخوایم کل 10 نفر آدمن، یکی با یکی دشمنه، میری با یکی حرف میزنی یه چیزی میگه اون یکی یه چیز دیگه میگه برای اینکه مثلا اونو خراب کنه، یکی کلا با این پروژه شما مشکل داره میگه من یه اطلاعات غلط بهشون بدم که زمین بخوره، یکی دیگه مثلا ایدئال هایی که از کودکی داشته که این وزارت خونه چه جوری اداره بشه رو مثلا داره به شما میگه، هر کی یه چیزی آقا چه جوری اینا رو جمع بکنیم، اینجا یه تیم خبره مثلا تحلیلگر سیستم میخواد که بتونه اینا رو جمع و جور بکنه، بعد اینجا بحث‌های سیاسی مطرح میشه، سیاسی یعنی که مثلا فرض کن شما رفتی نشست با شهباز هم داری صحبت میکنی، بالاخره شهباز هم ممکنه کاربر سیستم شما باشه دیگه، ممکنه شهباز به تو بگه که مثلا ببین اینو اینجوری بزن مثلا، یه چیزی بگه که بتونه خودش سوء استفاده بکنه یا کارش کمتر بشه یا مثلا بتونه یه تقلبی بکنه، عمو خسرو یه چیز دیگه، یا شهباز درست میگه یا عمو خسرو درست میگه، میدونین اینا همش داستانه، یعنی توی سیستم بزرگ برای همینه که میگم تحلیل سیستم یه کار خیلی حسابیه و متاسفانه در سازمانهایی که در شرکتهایی که ما شرکت کامپیوتری ما اینجوریست که مثلا طرف میاد اونجا استخدام بشه میگن تو مثلا جاوا انترپرایز بلدی نه، هایبرنیت بلدی نه، نمیدونم دیتابیس ادمنستریشن بلدی نه، هی تکنولوژی اینا رو میپرسن مثلا برنامه نویسی فلان که دیزاین پترن نه نه، خب بس شما تصویر تو تیم تحلیل، یعنی کسی که هیچی از دستش بر نمیاد میگه تو تحلیلگر بشو، چرا؟ برای اینکه تعریف تحلیلگر شده کسی که میره یه سررسید میبره میشینه شروع میکنه به مشتری همجا هر چی اون گفت و مینویسه میاد اینا رو تایپ میکنه میگه بیا این شو صورت مسئله، از تحلیلی در کاری تو ضبط صوتی فقط پیاده کردی حرفای اون رو دادی به یه نفر دیگه، این که نشد تحلیل، میدونی یه گرفتاری ماست، بعد نرم افزار بعدی که شما دستتون میاد میبینی نمیتونی خوب استفاده کنی، خیلی وقتا به خاطر اینکه تحلیلگر خیلی باهوشی پشتش نبوده، مهمه منتها تحلیلگر نمیذاره خیلی پوز بدن، یکی میاد مثلا یه دیولپر میاد میگه من بلدم سکند لول کش هایبرنیت رو مثلا کانفیگور کنم، آه چقدر تو کارت خوبه
اون تحلیلگر میگه من مثلا خوب بلدم با آدم ها حرف بزنم. اوکی خب یه سوال دیگه، آیا اساساً اطلاعات مشتری رو ما وقتی میخواستیم نگه داریم اصلا لازم بود؟ باز ببین اینا هم سواله ها، یعنی من انتظارشم این هم زودتر گفته بشه، اساساً من مشتری رو نگه دارم یا نه؟ این همه اینا رو میتونید روش سوال بپرسید، چون میتونید مشتری نگه ندارید تو اون سیستم، هر بار که میاد مشتریه اصلا حتی ممکنه اما خودشون اول پا اینجوری تو ذهنش باشه، چون خیلی وقتا مثلا ممکنه ندونه که شما چه امکاناتی رو میتونید بهش عرضه بکنید، بگی خب هر بار که من میپرسم اینا رو میزنم این رو انتر پوینتش مثلا چاپش، بعد یه کارت هم بهش میدم مثلا مینویسم مثلا 28 بیا. خب عمو جان تو وقتی که این سیستم من دارم بهت میدم میتونم اطلاعات مشتری رو هم یه بار بگیرم بذارم اونجا، اینا رو بعد صحبت بکنید، چیزای تکنولوژی جدیدتر رو و چیزا رو بهشون یاد بدید. خیلی خوب. اگر مشتری رو می‌خواید نگهداری، مشتری رو چیکار کنیم؟ مثلا یه دونه چه می‌دونم کاستمر اینفورمیشن فایل داشته باشیم، اینا رو بذاریم این تو رو هوا باشن. ولی خوب نیست رو هوا باشن، اینا هم باید یه جای باشن. حالا من باید یه تصمیم بگیرم از اون آبجکت هایی که چیز هستن بگیرم، از اون آبجکت هایی که مثل این کاتالوگ هستن بگیرم، یا اینکه بندازم تو خود این. من به نظرم یه دونه آبجکت بگیریم اینجا بهتره، برای اینکه مثلا پس فردا ممکنه تو این ویدیو کلوپتون کارکنان هم اضافه کنید، چیزای دیگه هم اضافه کنید، خیلی شلوغ میشه، یه مش فیلم و کارمند و مشتری رو همه ریختی یه جا، میدونید این باعث میشه که اینا با هم دیگه سنخیتی نداشته باشن. پس مثلا اینجا بگیم که مثلا کاستمر لیست، مثلا فهرست مشتریان رو نگه میداریم اینجا. بعد آیا کسی میتونه اشتراکش رو لغو بکنه؟ مثلا بگی من نمیخوام. اینا همش برمیگرده به این که شما اینجا چه فیچرهایی برای این میخواید بذارید، اضافه کردن مشتری، حذف کردن مشتری، مثلا در چه حالتی ممکنه این که شما پیامک مثلا بگی آقا فیلم جدید دیدم چی رسید پس بیا، بعد طرف میگه آقا نمیخوام دیگه، اصلا مشترک تو نیستم. اینا همش بحثایی است که داریم. یه بحث دیگری که داریم رو بخوام الان بهتون بگم، این فرض کنید که ما میخوایم این رابطه هایی که اینجا گذاشتیم رو اصطلاحاً کاردینالیتی یا چندی این رابطه ها رو معلوم بکنیم. مثلا معلوم بکنیم که ببین هر کاستمر لیست و ستاره، یعنی مثلا بگیم صفر یا بیشتر، هر یک آبجکت کاستمر لیست چند تا کاستمر تو خودش داره، ولی هر کاستمر با یه دونه کاستمر لیست مرتبطه، چون یه دونه اصلا داریم کاستمر لیست، درسته؟ اصلا این رابطه همشون یک به یک هست. ما یه دونه ویدیو، هر کاتالوگی تو یک ویدیو کلوپه، ویدیو کلوپ هم مثلا یه دونه کاتالوگ داره. میگم اینجا من فرض کردم شعبه ندارم، اگه شعبه داشته باشم خیلی گرفتاریش بیشتر میشه. بعد حالا اینی که گفتم جالبه ها، من یه زمانی یه جایی کار میکردم تو کارخونه ای، بعد این کارخونه رفتم یه جای دیگه درست کردی بود، خلاصه یه چیزی بود، من یه سیستم اطلاعاتی خیلی مفصل نوشته بودم، بعد این مدیر من میگفتش که ببین به این همین چیزی که نوشتی رو مثلا اونجا هم نصب کن. خب منتها چیزی که تو کلش بود چی بود؟ این بود که مثلا همین شعبه، یعنی اینا بعدن گزارش های اینتگریتد از اینا میخواست، مثلا حساب کتابی که رو کل اینا کار میکنه. من میگفتم اگه عین اینو من بردارم اونجا بذارم، هیچ ربطی به هم ندارن. این موضوع خوب نمیگرفت. میخوام بگم بعضی جاها که مشتری نمیگیرن که چرا دیولپ کردن نرم افزار یا تغییر دادن نرم افزار سخته، مثلا عمو خسرو میره شعبه غرب تهران میزنه، میگه عین همینی که اینجا داری اونجا کپی کن دیگه، چی کاری کنی؟ خب تو که همه اینا رو داری که. حالا شما بیا بگو نه من الان باید مثلا کاستمر لیستم معلوم بشه که چیز متمرکزه، یعنی حالا بیا بهش بفهمون که الان معماری متمرکزه چیز یعنی چی؟ یعنی میگه جایی باید یه سروری داشته چون وصلن به اونجا، نداری این سرور رو، خب باید هر از گاهی سینک بشن اینا، مثلا مشتری الان امروز اومد اونجا تو آخر روز مثلا کاستمرهای جدید تو اون یکی وارد میکنی، اصلا همچی کاری میخوای بکنی، غیر متمرکز باشه اون تبعات پیش میاد، من باید تو هر کدوم از این انتیتی ها بزنم که مثلا الان هر کدوم از اینستنس های فیلم ها بزنم الان کجاست، هزار گرفتاری اینا رو که نمیفهمی، میگه این همین رو باید اونجا کپی کن، چه میخوای از من پول اضافه رو، چرا میگی وقت میگیره، چرا میگی طول میکشه؟ همینه که گرفتاری مهندسی نرم افزاری که آدمای بیرونی فکر میکنن این خیلی راحته همین کارو انجام میدن، نمیدونن که چه
مصائبی رو داریم. خب کاتالوگ توش چند تا فیلم داره، فیلم توی یه دونه کاتالوگ، برسیم به اینجاها. خب هر کاستمری چند تا رنتال داره یا یه دونه رنتال داره؟ چند تا رنتال دیگه مرور زمان میتونه هی اضافه بشه اینا، و هر رنتالی هم طبیعتاً مال یک کاستمره، درسته؟ اینی که میگم هر رنتالی طبیعتاً مال یک کاستمره، دوستان چند وقت پیش بنده با یه نفر دیگه حساب مشترک باز کرده بودیم در بانک ایکس، رفتیم اون بانک میگیم که کارت بده به ما، میگه نمیتونم بدم، چون که اونجا یه فرضی داره که هر کارت مال یک نفر آدمه، نمیتونه کارت مال دو نفر آدم باشه. میخوام بگم این تصمیم گیری هاتون دقت بکنید، ممکن چند سال بعد گرفتار بشید، یعنی شما گرفتار نشید که آدم دیگه رو گرفتار بکنید. خب حالا اینجا مثلا واقعا این کیس برای ما رخ نمیده که دو نفر بیان مشترکاً فیلم مثلا اجاره بکنن، ولی واقعا بعضی جاها ممکنه و اینا. خب بعد حالا رنتال مووی، تو هر رنتال آیا یک موویه یا چند تا موویه؟ چند تا موویه؟ میتونه چند تا مووی باشه. پس اینم یکیه اینجا. و حالا ستاره بعضی وقتا مثلا چه میدونم یک تا N میزنه، ستاره میتونه صفر هم باشه، رنتال بدون مووی که نمیتونه بیاره، مراجعه کنه به مغازه و فرم و تشکیلات و همین، بگه من هیچ فیلمی رو سه روز دارم کرایه میکنم. عالیه این جمله، مثلا یک تا N میزنن در یه همچین حالتایی. خب حالا اگر که این رنتال من چند تا مووی رو تو خودش داره، خب آیا همه این چند تا مووی سررسیدشون یکسانه یا نه؟ های ممکنه بیه بگی که من مثلا این دوتا رو مده دو روز اجاره میکنم، این یکی رو مثلا من میدونم بچه‌م درس داره آخر هفته باید نگاه کنه، مثلا اینو بده من اینو دیرتر میارم برات، ممکنه این کارو بکنی؟ چی؟ باید بپرسیم که این ممکن هست یا نه، درسته؟ فقط ببینید گفتم بهتون هر وقت یه تحلیلگر خوب هر وقت این پرسه این ممکنه یا نه، از اون وقت تبعاتش رو به اون مثلا صاحب بیزنس میگه، مثلا میگه که اگر این بخواد چند تا باشه، چیزای متفاوت باشن، به این راحتی اینجور در نمیاد دیگه، چون ما تا حالا در نظر گرفته بودیم مدت اجاره رو میذاریم توی این اینجا، پس الان مدت اجاره فرق خواهد کرد به ازای هر فیلمی، اگر بخواد اینجوری باشه چی کار باید بکنیم؟ مثلا حالا اسمی که معمولا رایج‌تر هست میگن یه دونه رنتال داریم، بعد توش یه سری رنتال آیتم مثلا داریم، درسته؟ حالا من اینو این ور کشیدم بذارید، نمیخوام خاطی بشه، که حالا کاستمر شما چند تا رنتال داره، هر رنتالی چند تا آیتم داره، هر آیتمی با یک دونه مووی ارتباط داره. خب شبیه این رو کجا میتونیم داشته باشیم؟ مثلا فرض بفرمایید توی رسیدی که شما از شهروند خرید میکنید، یه رسید بلند بالایی به شما میده، خب یه چیزایی رو بالا پایینش نوشته، مثلا نوشته که در چه تاریخ و ساعتی این اتفاق افتاده، فروشنده‌ای که اینو فروخته کدش چی بوده، اینا میشه اتریبیوت هایی از اون رنتال. حالا اونجا رنتال نیست، اونجا مثلا خرید کردنه، درسته؟ ولی بعد آیتم آیتم داره، خب فلان کالا رو به این تعداد مثلا 3 تا یا چون 3 کیلو خریدی، بعد بعضی وقتا دیدی که رو اون تخفیف خاص میخوره، یعنی هر سطر اون میشه یه دونه آیتمی که اینجا هست. مثلا یه پترن نیست که زیاد رخ میده، کارنامه شما یه سری اطلاعاتی اون بالاش داره، یه سری سطری که تکرار میشن داره، درست؟ پس ممکنه یه همچین چیزی داشته باشیم. بعد بعضی چیزا که مشترکن بین همه میرن اتریبیوت این میشن، بعضی که به ازای هر آیتم خاص هستن میرن اتریبیوت این میشن، درسته؟ یه چیزی که تحلیلگرها زیاد باهاش برخورد میکنن و باید پیادش بکنن، درش بیارن. ولی ممکنه بگیم که مثلا کله هم خسرو بگه نه اصلا من اینو ندارم دیگه، کلش یه دونه است. خب بعد دیدید بعضی وقتا
آی تی منه تصمیم میگیره مثلا این مدل رو پیاده میکنه، بعد عمو خسرو دیگه نمیتونه مدل دیگه ای کار بکنه، میگه که نه مثلا ما فقط الان اینجوری میتونیم به شما جنس بفروشیم. خب یعنی این که دیگه نمیتونه طرف بیاد بگه که من دوتا رو زودتر میارم یکی رو دیرتر میارم. چرا نمیتونه بیاره؟ منطقا مشکلی نیست، در دنیای واقعی مشکلی نیست، طراحی ما، طراحی نرم افزار ما این باعث شده که این اتفاق بیفته. چی؟ مگه اینکه دوتا رسید چاپ بکنم باریکلا دوتا، بعد اون وقت مثلا یه خود ممکنه بوک کیپینگش سخت‌تر باشه. میخوام بگم بعضی اوقات تصمیمات من و شمایی که داریم تحلیل میکنیم سیستم رو با یه نرم افزار رو میسازیم، منجر میشه به اینکه اصلا یک چیزی درست کار کنه یا مثلا دردسر برای آدماش درست کنه. گفتم بهتون مثلا ما بعضی وقتا درسی رو میخوایم بگیم که آقا پیش نیاز درس نداره، ولی مثلا همین تحلیل و طراحی سیستم، همین که دارم من مثالشو میزنم، یه درسیست دیگه تو رشته کامپیوتر. خب پیش نیاز این چیه؟ سیستم عامل. خب هیچ ربطی نداره سیستم عامل به این درس، چون نه با دیوایس درایور داری کار میکنی، نه مدیریت حافظه داری، نه برنامه‌نویسی موازی، اصلا اینا هیچ ربط، اینا که گفتن تو سیستم عامل هیچ ربطی به اون تحلیل سیستم نداره. خب چرا این پیش نیاز گذاشتین؟ برای اینکه میخوام بچه نه ترم 3 یهو اینو بگیره. تو وقتی هیچ نرم افزار ندیدی، اصلا اون پختگی رو پیدا نکردی، در ترم 3 نمیتونی تحلیل طراحی سیستم بگیری، باید یه خورده بگذر. میخواستیم اینو پیش نیاز مثلا حداقل اینقدر واحد، هیچی نمیشه تو نرم افزار، نمیشه اینو زد. خداحافظ شما. یعنی ما نمیتونیم، ما عذاب میکشیم، مجبوریم عجیب و غریب کار کنیم برای اینکه تو نرم افزار خوب این تحلیل نشد. که من یه چنین کیسی رو هم دارم، میدونید؟ یعنی بعضی اوقات تحلیل بعد شما باعث میشه که اصلا نحوه کار کردن یه سیستمی عوض بشه. چرا؟ چون نرم افزار رو نمیتونیم تغییر بدیم. خب پس این هم از بحث این رنتال و رنتال آیتم. من تا الان میتونیم بگیم که با این همه رفت و آمد و صحبتایی که کردیم، یه مقداری مدل تحلیلمون کامل شد. هرچند در یه سیستم حرفه‌ای شما علاوه بر اینکه اینو بکشید، یه سری مثلا فرایندهایی رو هم رسم می‌کنید که چه جوری کارو انجام میشه، برد کی میاره، اگر دیر کرد داشت مثلا چه اتفاقی میفته. هنوز خیلی فیچر داره این سیستم که باید بهش بپردازیم. حالا ما فقط داریم با اون یک دونه مورد استفادهش که چاپ کردن رسید باشه میپردازیم. خب اینو ما فهمیدیم، میخوایم بریم طراحیش بکنیم، یعنی واقعا این کلاس ها رو تایپاشو معلوم بکنیم، ببینیم مسئولیتاشون چی هن، محاسبه فریکوئنت رنتر پوینتس رو کی انجام بده، رنتال انجام میده، اون یکی انجام میده. اینا میشه از سنخ طراحی. این چیزیست که اگر موافق باشی جلسه بعد راجع بهش